شما اگر دقت کنید در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم که دو تا از بزرگترین کتاب‌های معتبر سنی هاست، که این آقای بخاری وقتی که در مقدمه برخی از کتاب‌ها انسان دقت می‌کنه، ایشون میگه وقتی من خواستم این کتاب رو بنویسم، کتاب حدیثی رو، برای هر حدیثی که می‌خواستم بنویسم وضو گرفتم و نمی‌دونم دو رکعت نماز پشت مقام خوندم و قصد کردم و از این حرفای بیخود. لذا احادیث کاملا صحیح هست به نظر اینها. صحیح بخاری است، کتاب اسم نام از صحیح، الجامع الصحیح، نویسنده هم محمد ابن اسماعیل بخاری، لذا معروف شده به صحیح بخاری. کتاب دیگه هم دارد به نام باز صحیح مسلم، او هم کتاب به نام از صحیح معروف، الجامع الصحیح، نویسنده مسلم ابن حجاج نیشابوری است. این دو تا کتاب برای سنی ها بعد از قرآن صحیح ترین کتابه. ما حاضریم از همین دو تا کتاب و آیات قرآن، یعنی کتاب سوم نیاز نیست، اثبات کنیم که اهل تسنن اولا و ثانیا و ثالثا با خود پیغمبر مشکل دارن. یعنی در جاهای مختلفی من واقعا گاهی شرمم میگرفت تو برنامه دقیق که ما این برخی از مدارک رو اینجا ارائه میکردیم، گاهی انسان میخواست های های گریه کند، تعجب واقعا. یه صفاتی رو در صحیح بخاری و در صحیح مسلم به رسول اکرم نسبت میدادن که انسان اگر دقت میکرد همون صفت رو اگر به یک عالم سنی نسبت میدادی حکم قتل تو صادر میکرد.